خب سلام علیکم. ما الان بله الان دیگه لایو هستیم، یه چند دقیقه صبر میکنیم که چند نفر اضافه بشن. تو این مدت برای اونایی که اومدن میتونم بگم که من الان در خانه هنرمندان نشستم برای برگزاری یک برنامه یاد بود به یاد نجف دریابندری. خب اگر اجازه بدید ما اینجا کامنت ها رو میبندیم چون حواس ما رو پرت میکنن. خیلی خوب، عرض شود که اول با تشکر از خانه هنرمندان و به خصوص آقای اردلان آشوری که خیلی زحمت کشیدن این برنامه رو برپا کردن و خانم عسل عباسیان که همه کارهای هماهنگی و در واقع زحمات اساسی برای این کار کشیدن. ما در حدود 2 ساعت در خدمت شما خواهیم بود که این 2 ساعت در واقع دو تا 1 ساعت خواهد بود، چون این برنامه اینستاگرام ظاهرا در ظرف 1 ساعت قطع میشه ولی دوباره برمیگردیم با 1 ساعت اضافه. در این مدت امیدوار هستیم که یک برنامه موسیقی برای شما داشته باشیم. چند نفر صحبت خواهند کرد، به ترتیب من میگم: خانم سیمین اکرامی، ایرج کلانتری، حسن کیاییان، بهرام دبیری، ایرج صغیری و بعد موسیقی زنده که از یک استودیوی دیگری در همین خانه هنرمندان آماده میشه، آقای دکتر عبدالرحمن نجل رحیم، خانم حقشناس، احمد پوری، اسدالله امرایی و خانم عاطفه طاهایی، اینا کسایی هستن که در این برنامه صحبت خواهند کرد. خب این یه برنامه است که فکر میکنم اولین بارها باشه که به این شکل برگزار میشه و خب ممکنه یه مقدار کم و کاستی هایی داشته باشه و اینها، ولی من از قبل معذرت خواهی میکنم از سمت خودم و خانه هنرمندان اگه مشکلی پیش اومد در راه و اتفاقاتی غیر منتظره بود. خلاصه ما رو ببخشید. عرض کنم خدمتتون که بعضی از اسامی ممکنه توی این گروه دیده نمیشن در گروه سخنران ها. این دلایل متنوعی داره. خب خیلی از این دوستان نمیتونستن، آمادگی نداشتن، بعضیاشون در ایران نیستن، ساعتشون به ما نمیخوره. من فقط یک در واقع چند نفری رو اینجا میگم. آقای منوچهر انور از دوستان خیلی نزدیک پدر که در پاریس هستن و امکان برقراری این ارتباط نبود. آقای صفدر تقی‌زاده که دوست خیلی قدیمی و در واقع دوست دوران نوجوانی نجف دریابندری هستن، حضور پیدا نکردن چون حالشون خیلی مساعد نبود ظاهرن. آقای ضیاء موحد ظاهرن آمادگی نداشتن. اما من فقط اینجا ذکر بکنم که یک شعر بسیار زیبایی از ایشون دیدم و تشکر میکنم. احتمالاً دوستان به راحتی میتونن شعر ایشونو پیدا بکنن.
آقای منوچهر بدیعی قرار بود که در این برنامه باشن، اما در آخرین لحظات کنسل کردن و خدمت شما بگم که یک تشکری هم از نویسندگان و در واقع کارکنان مطبوعات و روزنامه نگاران و اینها میخوام بکنم. مطالب بسیار زیادی در واقع نوشته شده و گفته شده که من فرصت خوندن تقریبا هیچ کدوم از اینا رو نداشتم. امیدوارم که بعداً بتونم اینا رو داشته باشم و به هر حال من تشکر میکنم از همه این کسانی که لطف کردن و مطالبی رو گفتن. خدمت شما بگم که از بین کسانی که در میان ما نیستن، من فکر کردم برای شروع برنامه یک شعری رو از محمد قاضی براتون بخونم، چون فکر میکنم اگه آقای قاضی حضور داشتن در واقع اولین سخنگوی این برنامه میبودن و قطعا خودشون این شعر رو برای شما میخوندن. البته خب این به قول خود آقای قاضی یک مزله، یعنی ایشون به غزلیات خودشون به عنوان مزلیات ریفر میکردن. میگه تو دریا بندری مردی بزرگی، کم است آن کس که هم گام تو باشد. هماره آرزومندم که گردون مسیرش در ره کام تو باشد. شراب شادی و پیروزی فخر، لبالب زین سمی جام تو باشد. برای ملت غمدیده ما صفا و عشق پیغام تو باشد. تو که شهبندر دریای عشقی، چرا باید نجف نام تو باشد؟ خدمت شما بگم که خب اینجور که به نظر میاد در واقع صفا و عشق پیغام نجف دریابندری بود و آرزوی آقای قاضی برآورده شد. حالا برای شروع من میخوام که یک قطعه موسیقی از یه دوست خیلی عزیز و جوون برای شما بذارم، آقای سردار سرمست یه قطعه درست کرده به نام چنین روند بزرگان، در حدود فکر میکنم 30-40 ثانیه هست، شاید یه دقیقه، و به نظرم قطعه زیباییه. اینو گوش میکنیم و بعد با آقای ایرج کلانتری همراه خواهیم بود. آره ببخشید اشتباه گفتم. آخه چیز میکنی؟ ببین من دارم اینا جلو. خب فکر میکنم یه مشکل فنی پیش اومد که موزیک وسط کار قطع شد، ولی من یه اشتباهی هم کردم، گفتم با ایرج کلانتری صحبت میکنیم، ولی اولین کسی که صحبت میکنه خانوم سیمین اکرامی از دوستان خیلی قدیم و در واقع معلم من برای دوران کوتاهی، و من از ایشون الان دعوت میکنم که بیان باید اینا رو وصل بکنیم.
الان منتظریم. سلام سیمین جون. سلام سهراب عزیز، خوبی؟ بله متشکرم. ما الان با حدود 187 بیننده منتظریم که حرفای تو رو بشنویم. بسیار عالی. من اول خیلی متاسفم که نتونستیم به دیدارت بیایم، ببوسیمت و بهت تسلیت بگیم. خیلی متشکرم. و این عکس پوستر نجف رو تو انتخاب کردی گذاشتی؟ نه. خب این نجف یکی من میشناختم، نجف طناز، که داره یک چیز بامزهی رو برا تو تعریف میکنه و منتظره که تو بخندی و بعد خودش اون قهقهه رو سر بده. دقیقا همونه. و قهقهه که باعث شد طبق روایت خودش از رستورانی تو لندن بیرونش بکنم به خاطر خندیدن بلندش. بله، البته این تنها رستوران نبود، یعنی از چندین رستوران بیرونش کردن. بله، حتی تو یک مهمونی که خیلی اشخاص محترمی حضور داشتن، از وقت بعد من کنار نجف نشسته بودم و داشت برای من هندی انگلیسی صحبت میکرد و من وحشیانه میخندیدم. در حدی که ساکنه اومد گفت ساکت باشین، میخواییم گوش کنیم به چی. خلاصه برای منم در کنار نجف این اتفاق افتاد، چون من با خنده های نجف واقعا خیلی کیف میکردم از خنده های نجف و عبوسترین آدم رو وادار به خندیدن میکرد نجف با این کارش. من دلم میخواد درباره کتاب آشپزی حرف بزنم که این روزای بعد دائم رجوع کردم و نونهای مختلفی رو پختم با دستور نجف که بسیار خوشمزه بودن همشون. که خب بهرامم چاپاتی درست میکنه با دستور نجف و معمولا شاممون رو با چاپاتی های نجف میخوریم. بعد این سلیقه‌ای که تو این کتاب به کار رفته که فهیمه و نجف مشترکن، اصلا این چیدمان‌های زیبایی که میدونم سلیقه فهیمه است و نجف البته، و طنزی که هر دوشون داشتن به شیوه خودشون. یه روز زهرای خونه ما بود موقعی که داشتن کتاب مستطاب و آماده می کردن و غذاها رو می پختن، زهرایی پیش ما بود. نجف تلفن کرد بهش گفت که داری میری خرید بکنی، این استاد گربه هم خیلی گرسنه است، براش ماهی کیلکا بخر. خب طنز نجف عجیب و غریب بود، حتی تو کتاب آشپزیش من می بینم مثلا خورش قرمه سبزی برای 6 تا 7 نفر، خورش بادمجان برای 5 تا 6 نفر، بعد خوراک ماهیچه رو نوشته برای 2 تا 3 جاهل. آره درسته. یعنی طنز نجف همه جا هست. و البته که خب فزیش که از زندان شروع شده و خودش میگه مثل نقاشی میمونه آشپزی هم. برای من بسیار جذاب بوده خوندن این کتاب و خنده هایی که کردم با کتاب مستطاب آشپزی و غذاهایی که نجف میپخت و ما میخوردیم. یه پلو ماهی به ما یه شب داد، چه میز با شکوهی چیده بودن. گفتیم آقا این چیه؟ گفت لخلاخ. گفتیم لخلاخ چی؟ گفت این ماهیه که با پلو پخته میشه. اصلا شگفت انگیز بود و نانهای پکورایی که خودش درست کرده.
آره این لخلاخ فوق‌العاده است. آره خیلی. این کلمه ممکنه برای بعضی ها آشنا نباشه، این به معنی بو و رایحه خوش هست در زبان عربی، یعنی این غذا انقدر بوی خوبی داره که به اسمشو گذاشتن بوی خوش، و واقعا هم اینطوره، یعنی تمام خونه رو پر میکنه از این خب امیدوارم عطر. تو از ما بخوریم. والا من امیدوار به برعکس، یعنی فکر میکردم تو درست میکنی من آره ولی خب امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته. سیمین جون خیلی حتما. خوشحال شدم که به هر حال به این ترتیب دیدمت. آره اگر اجازه بدی من این چیز رو قطع میکنم و میرم که با ایرج صحبت بکنیم. حتما سهراب و به امید دیدارتم. قربان شما، خدا خدا. بذار من یه صحبتی بکنم بعد عرض شود خدمت شما که الان آقای کلانتری رو میخوایم بیاریم روی لایو و میخوام اینجا اشاره بکنم که آقای کلانتری معمار بسیار بزرگیه، احتمالا خیلی از شما ایشون رو میشناسید ولی ممکنه ندونید که ایشون با پدر من همکاری کردن و یک خونه ای رو برای بابای من ساختن که من تو این خونه در واقع متولد شدم و تو این خونه بزرگ شدم و برای من ایرج همیشه یک بخشی از زندگی بود، بدون اینکه حتی خودش اونجا حضور داشته باشه همیشه حضور داشت و برای همین لازم دونستم که حتما توی این لایو شرکت بکنم و خیلی ممنونم که امروز زحمت کشیدن و به ما ملحق شدن. حالا امیدوارم که الان وصل میشه. خب سلام ایرج جون. سلام سهراب عزیز، خیلی خوشحالم حداقل این فرصت فراهم شده که چهره خانم سیمین اکرامی رو بعد از مدت ها ببینم و مقدمتا باید ازت خیلی سپاسگزاری کنم از این گروهی که در برگزاری همین این برنامه مشارکت داشته. من دارم میبینم واقعا چقدر زحمت کشیدم و چه فعالیت صمیمانه دارم میکنم. حالا به هر تبریر در خدمتی. ولی سهراب یه نکترم بهت بگم، این که من راجع به نجف 10 دقیقه وقت داشته باشم ممتد صحبت کنم، با اینی که گفتگو راجع به نجف واقعا به صورت گفتگو انجام میگره خیلی بهتر میبود. یعنی من بقیه آقایانم چهرهشون رو میداشتیم، هرگاه تو حرف هم دیگر میپریدیم، خاطراتی که تداعی میشد برای ما میگفتیم. حالا برسایر از این وجه که خیلی به نجف پرداخته شده و جای داره که هنوز به اصطلاح در کشف ویژگی ها فضایل نجف بحث و گفتگو بشه. اما چیزی که میخوام اینجا از فرصت استفاده کنم بگم اینیست که این نجف دریابندری چجوری تصمیم گرفت که یه خونه بسازه و موقعیت زمین رو چجوری انتخاب کرد، و من برای اینکه بتونم از عهده این سفارش بر بیام ناگزیر بودم با شماها یک رابطه انتیم ایجاد کنم. البته ما وابستگی اجتماعی تو اون دوره سی خیلی وسیع داشتیم، بعد حالا در محدوده مؤسسه فرانکلین و رفت آمدها و فرصتهایی که با دیدگاه های نسبی هم آشنا می شدیم رو تجربه کردیم. علاوه بر اینها خیلی وقت گذروندم با نجف تا بفهمم که این خونهی که نجف می خواد در یک زمین لات شهری شمال اون مؤسسه روانشناسی چنان بالا کوچه شمالیش هم
یه باغ اینجا کلینیک اعصاب بود برای بله. اونایی که آشنایی ندارن بیمارستان چهرازی بود اون ورش هم باغ وحش بود حالا بنابراین این عناصر تر که در یه خونه معمولی اون موقع محدود میشد به تعداد اتاق خواب به تناسب ابعاد خانوار پذیرایی و نشیمن و آشپزخونه و همه اینها به جای خود ولی خواسته های نجف خیلی فراتر از اینا بود. نجف دائما به من تاکید میکرد تو این خونه این باید انواع سرگرمی هایی که برای خودش میخواد بتونه فراهم کنه. درسته. آره. اینجا دیسکانکت شدیم. بنابراین مستلزم یه گفتگو و یک حوصله به خرج دادن زیادی که آقا ما تو این ترکیب این عناصر تر در این خونه باید چجوری کنار هم بیایم که بتونیم به همه اجزای خونه نور برسونیم هوا جریان داشته باشه و در این حال اون مزاحمت های قسمت شمالی باغ وحش هم پوشیده بشه و بتونه به اصطلاح رایج از حقوق ارتفاقی لازم برخوردار بشه همه اجزای خود که تو این قضیه واقعا نجف فوق‌العاده خوب به هم کرد و مشکلمون هم این بودش که نجف دلش میخواست خودش آلترنتیو بده منم هی میخواستم مقاومت کنم یه چیزها رو به او تعمیل کنم که واقعا به قدری اهل تعقل و تأمل بود که میفهمید جزئیاتی رو که من میگم چجوری باید باش برخورد کنه و فوق العادم راحت و ساده خونه ساخته شد از بعد اقتصادیش که صرف جویی در مصالح و تزیینات زاده نمیپسندید با هم سلیقه مشترک داشتیم ولی پیچیدگی این ترکیب و سیالیت رو خیلی خوشش میآمد و به خصوص وقتی بهش گفتم نجف تو علاوه بر اینکه از اون حیات مرکزی و جنوب دور میگیری سقفت هم میتونه یک منبع نور رسانی بشه برشد حالا من اینجا خیلی نمیخوام به طور خاص به وصف اون معماری بپردازم ولی فقط من قصدم این بود که بگم من گوشه‌ای از شخصیت نجف رو در معاشرت‌های طولانی البته یه اختلاف سنی 8 ساله با هم داشتیم طبیعتا اون اختلاف سنی هم وقتی که من میرسم به وقت 20 سالگی یا نجف به سن 30 سالگی تقریبا این فاصله خیلی مؤثر نیست و بعد حالا دیگه تغییرات و تحولاتی که تو زندگیش نجف داشته ازدواج اولش بعد با فهیمه بچه های قبلیش بعد خلاصه دیگه جزء خانواده بودن وقتی برای نجف خونه میساختم حتما برای به همشیرش هم خونه بعد چند واحد اون برتر می ساختیم میدونی این رابطه من. خیلی صمیمی و انتیم ولی برای من یه چیز خیلی خیلی جالبه که تو این تجربه پیدا کردم این بود که نجف واقعا هم به من یاد میداد و واقعا هم از منم یاد میگرفت حالا این به عنوان خودخواهی نمیخوام بگم استثنایی بود بر بین اون سفارش دهنده هایی که به من کار ارجاع میکردن بفهمه مهارت های من در چیه و کجا باید منو کنترل میکنه و کجا باید حرفام رو بپذیرم حالا بگذاریم این داستان من و نجف یک داستان مفصل طولانی است که از نوجوانی من شروع میشه و این سن و سالهای میان سالی اینا با هم روابط وسیع اجتماعی پیدا میکنیم دوستان مشترک زیاد ولی من در یه جای دیگه ارتباطم متصل به نسل بعدی نجف یعنی پسر نجف مورد توجه میفهمم آقا اون کریتیویتی که پدر داره این پسر و مرحوم فهیمه اونا به استعداد عجیب غریب این استعداد رو به نوبره دارن و باید خلاصه
فرصت و مقترم شد. ما سن و سالمون در حدی که همه جای دنیا تو همه فرهنگا به اون میگن خانه نشین. خانه نشین رو من یه بود مثبتم درش میبینم، یعنی به عبارتی من از آدم مثل نجف یاد گرفتم که بتونم به تنهایی خودم خوب کنم، سرگرمی های خوب پیدا بکنم و سطح سلیقه و انتظارات خودم رو در انتخاب این سرگرمی ها به کمک یه همچین آدم هایی بالا بردم و سعیم میکنم، امیدوارم حفظش کنم. اشتر از فرصت استفاده میکنم، مجددا سلام میکنم به همه دوستان، حالا بعد منتظریم ببینیم دوستان چه میگوین. خیلی ممنونم ایرج جون که این دعوت ما رو قبول کردی. میدونم برات خیلی مشکل بود و امیدوارم این بحث رو با همدیگه ادامه بدیم. شاید اصلا یه که میدونی هر وقت تو بخوای. خیلی متشکرم ازت. قربونت. فعلا. خب ما میریم به سمت اینکه آقای حسن کیاییان رو از شهر بابل به این لایو اضافه بکنیم. آقای کیاییان خب دیگه برای همه شناخته شده هستن، ناشری هستن که نشر چشمه رو به وجود آوردن و واقعا در تجربه که من شخصا دارم در همکاری و مراودات با ناشرهای مختلف، ایشون یکی از بهترین ها هستن و خلاصه بچه های نشر چشمه در بابل چی شد نیستن؟ نه پیداشون. آره بچه های نشر چشمه در بابل ظاهرن زحمت کشیدن رفتن به منزل ایشون که ما رو وصل بکنن. من باید اینجا ذکر بکنم که آقای کیاییان ناشر کتاب گور به گور اثر ویلیام فاکنر از نجف دریابندری هم هستن و خب دیگه در واقع فاکنر احتیاج به معرفی نداره و فکر میکنم این کتاب هم در حال حاضر قابل دسترسی هست، جزء کتابایی هست که همیشه روی پیشخونه کتاب فروشی بوده و من از این بابت از آقای کیاییان خیلی متشکرم. خب مثل اینکه ارتباط برقرار نمیشه فعلا، برای همین سعی میکنیم یه قطعه موزیک بذاریم. یه فیلم از روز جمعه میذارم براتون که تماشا بکنین. یک عده از دوستان اومده بودن برای بابام یک قطعه موسیقی اجرا کردن. برقرار شد ارتباط؟ یک چند لحظه تا دوباره تلاش میکنیم. خب فعلا آقای کیاییان رو نمیتونیم پیدا بکنیم، حالا نمیدونم دلیلش چی هست. من میرم سراغ یک دوست بسیار عزیز دیگه، آقای بهرام دبیری. خب بهرام هم مثل سیمین در واقع هم دوست نجف بود، هم دوست استاد نجف بود، هم معلم من بود در یک زمانی و من خیلی از ایشون چیز یاد گرفتم و استاد نجف درباره بهرام و درباره کارهای بهرام چند مقاله نوشته.
که فکر میکنم خود بهرام اینها رو داره، اگر بعدن کسی علاقه داشت اینها رو بخونه میتونه به بهرام مراجعه بکنه. من باز هم اینجا بهرام رو پیدا نمیکنم، مثل این که اینجا از این گوشی. آره بهرام جان اگه صدای من میشنوی لطفا خودتون ریکوست بدین، چون ما اینجا نمیتونیم. اینجا من باید اینجا یه چیزایی که به ذهنم میرسه حالا بگم. بهرام همیشه تابلوهاش هم رو دیوارای خونه ما آویزون بود و من همیشه خیلی لذت میبردم از اینکه این تابلوها رو تماشا میکردم، ولی دیروز در واقع کشف کردم که یکی از کارهایی که بهرام انجام داده بود روی شیشه شکست و خیلی ناراحت شدم. اینجا بازم پیدا نمیشه. خب بازم ما اینجا مشکلات فنی داریم. خب عرض شود که حالا من سعی میکنم به صحبتهای خودم ادامه بدم در این مدت که بچه ها دارن سعی میکنن وصل بکنن. خدمت شما بگم که اینجا در خصوص نقاشی ما میخواستیم صحبت بکنیم. خب یکی از کارهایی که بابای من انجام میدادم نقاشی بود و در واقع ایشون از سالهای خیلی جوونی، من الان فکر کنم چشمه رو دیدم اینجا. آره خب حالا داریم نزدیک میشیم. میخواستم بگم که در آبادان بابای من با آقای هوشنگ پزشنیا رفاقت داشت و اونجا پیش پزشنیا یه مقداری نقاشی یاد گرفته بود. خب ما داریم بس میشیم الان یا بله داریم با آقای کیاییان بالاخره بس شدیم. نه دوباره قطع شد. یه بار دیگه تلاش میکنیم. و در حال وصل شدن. سلام آقای کیاییان، صدای منو دارید؟
سلام آقا سهراب. بله من صدای شما. احوال شما خوبه؟ من خیلی معذرت میخوام که معطل شدیم، مثل اینکه اینترنت مختل شده بود یه مقدار. خواهش میکنم، من متاسفم از اینکه این مشکلات همیشه هست. بله خب من در خدمتتون هستم. من میخواستم خواهش کنم که شما یه چند کلمه صحبت بکنید، به خصوص درباره تجربیاتی که در کار نشر با بابام داشتید، به خاطر اینکه به هر حال الان فکر میکنم شما یکی از قدیمی ترین کسانی هستین که با ایشون این روابط رو داشتید. سلام میکنم به شما، دوستانتون و بینندگان عزیز. ابتدا میخوام یه مسئله رو مطرح کنم، شاید خیلی از دوستداران آقا نجف نمیدونن که ایشون در مقطعی در حقیقت یک فعال عالم انتشارات بود، چون در بعد از بیرون اومدن از زندان در اواخر دهه 30 میره در فرانکلین استخدام میشه. فرانکلین یه انتشاراتی بود با مدیریت آقای همایون صنعتی‌زاده که اینجا کتابایی رو سفارش میدادن. ابتدای کار فقط کتابای آمریکایی بود، ولی بعد که بابا میره اونجا کتابای انگلیسی رو هم سفارش میدن و این کتابا رو میارن اینجا. بعد از اینکه سفارش دادن، بر اساس توان مترجمین مختلف بین اینا تخص میکنن. کار بابا در فرانکلین، این سمتی که داشت وقتی که رفت، آقای منوچهر انور سردبیر فرانکلین بود. بعد از یکی دو سال ایشون میره و بابا میشه، آقا نجف میشه سردبیر فرانکلین و ایشون تا مدت 14-15 این سمت رو داشت. کارشون اونجا این بوده که کتاب ها رو سفارش میداد، اون نامه های درخواست ها رو مینوشت، بعد کتاب ها وارد میشد، بین مترجمین مختلف توضیح میکرد. بعد از اونجایی که مترجمین مختلف بودن، برای اینکه اون سبک و سیاقی رو که خودشون تشکیف داده بود باید اعمال بشه، اعمال کنن، یه بخش ویراستاری رو راه اندازی کرده بود از ویراستاران نخبه و درجه یک کشور ما که بعدها بسیار صاحب نامتر هم شدن، مثل آقای اسماعیل سعادت، مثل آقای ابوالحسن نجفی، مثل آقای احمد سن، که اینها زیر نظر آقا نجف کتاب های مختلف رو ویرایش میکردن و این رو با ناشرهای مختلف قرارداد میبستن و این کتاب ها رو میدادن به انتشاراتی های دیگه و اینا رو منتشر میکردن. البته بخش ویرایش، یعنی کلن اون ویراستاری کتاب و ویرایش کتاب ها از فرانکلین شروع نشد. قبل از اون دانشگاه تهران این کار شروع کرده بود و بنگاه ترجمه نشد، منتها با اومدن آقا نجف و سرعتی که به کار توی فرانکلین بخشی، این داستان وارد یک فاز تازه شد، بنگ و گسترش خیلی بیشتری پیدا شد. در حقیقت فرانکلین با امکاناتی که داشت و مدیریتی که آقای دریابندری اونجا اعمال کرد، مثل موتور کوچک محرکه‌ای بود که موتور بزرگ صنعت نشر کشور رو به حرکت در آورده بود. تعداد زیادی کتاب وارد کرده بودن با استفاده از امکانات و چیزایی که داشتن و در اختیار ناشرهای مختلف قرار میدادن که این کار رو انجام بدن. همونطور که گفتم آقای دریابندری کارهای خیلی تازهی کرده بود اونجا. مثلا یه مجموعه بود، مجموعه گردونه تاریخ، اگه خاطرتون باشه، آقا نجف توی خاطراتش توی مسابقه‌ای که با آقای ناصر حریری و آقای مظفری ساوجی داره اشاره کرد که 40 تا کتاب بوده، اینا رو وارد میکنن و بعد در اختیار مترجمین مختلف قرار میدن که هر کدوم با بضاعت خودش کار میکنه. تو بعدن میره توی اون بخش ویراستاری و کتاب ها. این مدیریت گسترده‌ای که ایشون داشت توی فرانکلین خیلی کمک کرد به این که نشر ایران رو چند قدمی جلو ببره. در اون اواخر دهه 30، اواخر دهه 40 و تا حتی اواسط دهه 50، با توجه به افزایش
جمعیت باسوادهای کشور و شهرنشینی، این داستان و دانشگاه رفته های ما بودن ناشرهای جدید ضرورتی بود که احساس می شد که بیان به میدان. و این کاری که آقا نجف در فرانکلین انجام داد خیلی کمک کرد، تسهیل کرد این داستان رو، در حقیقت مسیر رو پاکوب کرد به دست. بعد از رفتن آقای صنعتی‌زاده از فرانکلین و اومدن آقای مهاجر به عنوان مدیر، از زنده یاد کریم امامی دعوت شد که بیاد سردبیر بشه، بابا شد معاون سازمان. ولی دیگه فکر نکنم اون گستردگی کار و اون دست باز رو در مثل گذشته می داشت و بعد از دو سه سال دیگه از فرانکلین در اومد. اونطور ارتباطش رو با صنعت نشید و قطع نکرد. آقای عبدالرحیم جعفری مدیر و مؤسس انتشارات امیرکبیر تو خاطرات چند بار از بابا یاد میکنه که در مقاطع مختلف با ایشون مشاوره کرد و نظرشون خواست و پیشنهادات بابا رو اجرایی کرد. یکی از کارهای مثبتی که اون موقع فرانکلین صورت داده بود بحث راه اندازی کتابای جیبی بود. موقع تیراژ کتاب‌ها به نسبت خیلی پایین بود، کم بود، ولی این کتابای جیبی با توجه به قیمت کمی که داشت و انتخابای درستی که صورت میگرفت توسط آقای دریابندری و احتمالاً تیمه، بعضن با تیراژ 10,000 نسخه تو اون شرایط چاپ میشد که تیراژ خیلی بالایی بود. تأثیر آقای دریابندری تو این داستان و با توجه به آتی بزرگی که آتی زیادی که به کار صنعت نشر پیدا کرده بود باعث شد که ایشون رو همیشه به عنوان یک کسی که آدم میتونه اگر لازم شد با ایشون مشورت کنه مطرح کنه. این در مورد سابقه کاری آقای دریابندری که فکر کنم خیلی از دوستانمون به خصوص جوانترها خبر ندارن که در یه مقطعی سوای اون تبحر و تسلطی که نامی که در ترجمه داره و بر ترجمه دارن ایشون، در حقیقت یک جوری یک موتور پیشبرنده صنعت نشر هم در کشور ما بود. من از اواسط دهه 40 احتمالاً از طریق مجله فردوسی و مجلات روشنفکری اون موقع با اسم آقای دریابندری آشنا بودم. بعد کتاب مطالب مربوط به کتاب چنین کنم بزرگان رو من در مجله خوشه آقای شاملو که چند تا از این چاپ شد خوندم. جالب بود که آقا نجف اون موقع فقط اسم بیلکاپی رو به عنوان نویسنده نوشت، حتی اسم خودش هم به عنوان مترجم قید نکرد. بعدها شنیدیم یا خوندیم که در حقیقت ترجمه آزادی بود، یعنی اون طنز زیبا و سرشاری که تو این مطالب بود بخش عمدهش مدیون نوشته آقای دریابندری بود. همون زمانی است که مشغول تعطیل کردن مجله خوشه و در این حال دایر کردنش بودن دیگه. مجله خوشه رو آقای شاملو در میکنه. بله میدونم، اون اشاره کردم به مقدمه چنین کنن بزرگان. بله بفرمایید. بفرمایید. همین، یه اشاره‌ای کردم به مقدمه کتاب که تو مقدمه اومده که در اون زمان مشغول دایر کردن و در این حال تعطیل کردن مجله خوشه بودن آقای شاملو. من این آقای دریابندری احاطه بسیار زیادی به زبان فارسی داشت، به زبان مبدع داشت. به نظر من تسلط بالایی که ایشون به زبان فارسی داشت خیلی کمک کرد. شما وقتی که مصاحبه های ایشون رو میخونید متوجه میشید که این آدم واقعا جامعه و شرایط بود. نمیدونم شما میدونید یا نه، دو تا کتاب من یادمه که ایشون بر اون دوتا نه معنای شب ظاهرا نامه خود خانوم پارسیپور نوشت و این نقدی که آقای دریابندری رو این دو تا کتاب کرد و توجه کرد به این کتاب ها رو، مردم به شدت اقبال کردن و این کتاب ها پرفروش، تأثیر خیلی زیادی داشت. نقد آقای دریابندری
روی این کتاب. انتخابای آقای دریابندری بسیار بسیار انتخابای خوبی بود. از اولین کاراش گرفته که حتی تو زندان شروع کرده بود به ترجمه تاریخ فلسفه غرب راسل، تا اولین داستان‌های کوتاهی که ترجمه کرد که واقعا شهامت می‌خواست اون موقع سراغ فاکنر رفتن، این کتاب معروف یک گل سرخ برای امیلی بود که بعدها دو سه تا داستان بهش اضافه کرد و مرتب. ایشون انتخابای درخشانی داشت. رپ تایم یک شاهکار به نظر من توی ادبیات معاصر جهان، واقعا ترجمه خیلی درخشانی از این کتاب به دست داده. من کتاب آشپزی آقای دریابندری رو دوست ندارم خیلی، من که فکر میکنم که کاش ایشون، صادقانه بگم، ایشون به جای که، البته کتاب خیلی خوبیه، کتاب بسیار با ارزشی، اون بحث سواست، ایشون اگر به جای این 10 تا کتاب دیگه 5 تا کتاب دیگه تو حوزه ادبیات چاپ میکرد، شاید این کار رو کسای دیگه هم بودن میتونستن بکنن. آقای دریابندری این شانس رو داشت. خب خیلی ناشد. بله بفرمایید. معذرت میخوام، من فقط چون یه خود وقتمون کوتاهه اینو اشاره بکنم که آقای دریابندری مشغول ترجمه کتاب دیوید هیوم بود در اون زمان، کتابی به نام رساله‌ای در طبیعت انسان نوشته دیوید هیوم، در حدود 140-150 صفحه هم ترجمه کرده بود، ولی تصمیم گرفت که این کار رو زمین بذاره و کتاب آشپزی رو انجام بده و بعد از اون دیگه هیچ وقت موفق نشد که اون پروژه رو تموم بکنه. این در تایید حرف شما اینو عرض میکنم و خیلی ممنونم ازتون آقای کیاییان، واقعا باعث زحمت شدیم. اگر اجازه بفرمایید ما میریم که با بهرام صحبت بکنیم. ممنونم از اینکه خوشحال شدم شما رو دیدم. خب ما سعی میکنیم که حالا آقای دبیری رو برگردونیم دوباره توی سرچمون. بازم من معذرت میخوام، ولی خب حتما همه کسایی که از اینستاگرام استفاده میکنن میدونن که این سخت این کارا اینجا هستن. بله خب الان منتظر هستیم. سلام بهرام جون، صدای منو داری؟ بله البته صدای شما رو میشنوم. خب من معذرت میخوام بازم که معطل شدی، نمیدونم چرا وقت... همین که خانه هنرمندان نمیتونه منو پیدا کنه این طبیعی ترین اتفاق است که بله درسته. خب من خیلی دیگه حرف نمیزنم، میخوام ازت خواهش کنم که خودت چند دقیقه برای ما صحبت کنی. آره، به نظر من یکی از درس‌های مهم درک ظرف زمانه که معمولاً در ایران رعایت نمیشه. من کوتاه خواهم گفت، به چند چیز اشاره خواهم کرد درباره ارتباط شگفت‌انگیز و شورانگیزی که در دوستی و ملاقات با نجف داشتم. خب در مورد ترجمه و تاریخ ترجمه و این قصه ها آدم های دانشمندتری وجود دارن در جهان که صحبت کنن. من چیزی که برام در مورد نجف بسیار اهمیت داره این است که اون رو روشن فکر بدانم. لغت شریفی که در سرزمین من و در زبان من درست تعریف نشد، دچار توقعه ها شد. در حال که روشنه، واژه روشن فکر کسی که به هیچ قطعیتی باور نداره، اهل دوباره فکر کردن و دوباره فکر کردن و دوباره فکر کردن. روشن فکر کسی است که به جهان اعتنا داره، به مردم اعتنا داره، در چه ممکنه وارد مباحث سیاسی بشه، طبیعت و محیط زیست براش مهمه. نجف یک نمونه درخشانی از روشن فکر ایرانی بود. آنچه که دیگه باز و در مورد نجف خیلی مهمه، رابطه ایست او با نقاشی داشت. دوستان نویسنده و شاعر زیادی رو من باهاشون شانس معاشرت و دوستی داشتم، اما معدودن کسانی که بتونن اون رابطه رو با نقاشی و درک نقاشی و جهان نقاشی داشته باشن.
معدودن. من مثلا میتونم از آزاد شاعر اسم ببرم که با نقاش ها معاشرت داشت، سپانلو، محمود دولت آبادی و بیش از همه نجف که خودش هم نقاش بود. واقعا اون تابلوی رنگ روغنی که داره در ابعاد کوچک از آشپزخونه زندان اوین به نظر من یک کار تاریخی است. به هر حال هرچند که نجف یک نقاش حرفه‌ای نباشه، مواردی هم پیش آمد که درباره بعضی از نمایشگاه‌های من بنویسه. از جمله مطلبی نوشت درباره یکی از نمایشگاه‌های من با عنوان کاهن فرتوت و غزل‌هایی با خط و رنگ. پیش از این که به من بپردازه، یک زمینه شگفت‌انگیز رو فراهم می‌کنه برای مخاطب همچین مطلبی که اصولاً بدونه نقاشی چیست یا نقاشی مدرن چیست. گستردگی نگاه نجف در هر چیز شاید و به خصوص نقاشی و همه این حرفا برای من ارزش مهم میداره. میخوام یاد کنم از دوره‌ای که نجف در آبادان بود، کسان دیگری هم بودن، آزاد شاعر بود، احتمالاً اخوان هم سفری کرد، حسن پستا و دیگران، و یک ادبیات اونجا به وجود آمد. ناصر تقوایی در واقع حاصل اون دورانی است که آبادان صاحب یک مکتبی در ادبیات و قصه نویسی شد و چهره درخشانی مثل چیز به وجود اومد دیگه که همینگوی ایران نامیده میشد، ناصر تقوایی. خب اینم یه قصه از مربوط میشه به استاد نجف. قصه های بعدی اونه که آدم خوش سلیقه‌ای بود، چه در لباس پوشیدنش، چه در میزارائیش، چه در آرایش خانه و سلیقه‌ای که ایرج حرف زد در معماری. من اون خونه رو خیلی دوست داشتم و میدونم بخش زیادیش سلیقه نجف. قصه ای که میخوام به شما بگم ضمناً درکیست که نجف از مرگ داشت. نمونه های این اواخر بهش نگاه کردم که استاد رمضانی فوت کرد و جلسه ای بود و خب نجف هم به عنوان رفیق و یار قدیمی موظف شد که حرفی بزنه. اشاره شگفتی کرد، گفت که یک دفتری است که هر روز یه ورقی ازش کند نمیشه و خب معناش این است که شیرازی بندی این دفتر خوب نیست. این یک نگاه خیامواره واقعا به مرگ. نجف اینطوری بود، آدم شگفتی بود به نظر من دیگه. نه، و به نظر من عالی ترین کار نجف دست آخر کتاب مستطاب آشپزی است. بعضی ها گمان میکنن فلسفه یا چی و چی و چی مهمتر از آشپزی است. کتاب مستطاب آشپزی یک آبروی فرهنگی است برای سرزمین. تحقیقی که کرد، جستجویی کرد و سه سفره رو که در جهان معرفی کرد، سفره چین، ایران و روم و زیر مجموعه ها، یک تحقیق جانانه است. یک کتابی است که برای زبان فارسی و برای فرهنگ ایرانی یک آبروه و من بسیار ازش چیز آموختم. و اما طنز نجف. یه زمانی بود درک پنجشنبه ها جمع نفیسی فراهم می شد در این کوپه مایی و کافه نشینی و قهوه‌خانه. کسی استاد دانشگاه بود، رو کرد به نجف برای که کمپلیمانی گفته باشه. گفت دیروز از بچه های دانشگاه پرسیدن که بهترین مترجمای ایران کی هستن، همه گفتن نجف دریابندری و محمد قاضی. نجف بلافاصله گفت حالا محمد قاضی هم لازم نبود بگم. این خودستایی نبود، این تنبیه اون کمپلیمان بی‌معنا بود. طنز نجف درس بود، درش دانش بود. و من متاسفم که نجف دیگه در این جهان نیست و اون شکوه رو من دیگه تجربه نخواهم کرد. خیلی متشکرم ازت بهرام جون. ما میخواییم بریم به بوشهر الان. میدونم یه جایی هست که دوستش داری، امیدوارم پس به زودی هم ببینم. فعلا خداحافظی میکنم. مراقب خودت باش، به امید دیدار. خب یکی از کارهایی که نجف دریابندری انجام میداد نوشتن نقد بود و یکی از
نقدهایی که خیلی مشهور هست، نقدی است که روی تئاتر آقای ایرج صغیری نوشته، تئاتری به نام قلندرخونه که به زبان بوشهری اجرا شده و در زمان خودش سر و صدای زیادی برپا کرد و من خودم فکر میکنم یکی از بهترین نقدایی است که واقعا در زندگی دیدم و خوندم. حالا ما داریم سعی میکنیم که آقای صغیری رو پیدا کنیم که در بوشهر هستن و درباره این موضوع برای ما صحبت بکنن. ولی نمایش قلندرخونه تا جایی که من یادم هست فکر میکنم 1352 برای اولین بار روی پرده میاد. آقای دریابندری اینو میبینه و یک مقاله مینویسه به نام دو روی یک شهادت. البته این تئاتر اول خب در بوشهر بوده، بعدن میاد تهران و در تئاتر شهر اجرا میشه. خب ما الان موفق شدیم نشدیم، یه تلاش دیگه بکنیم. خب این به من دوستان دارن میگن که یک ساعت لایو ما تموم شد، برای همین ما میریم که دوباره با یک ساعت بعدی برگردیم. 5 دقیقه استراحت میکنیم دوباره برمیگردیم. و خیلی متشکرم که تا اینجا بودید با ما. دوباره من برگشتم بعد از استراحت. یک ساعت دیگه در خدمتتون هستیم. یه چند لحظه من منتظر میشم که همه بتونن جوین کنن. تا آخرین لحظه اگه یادم باشه در حدود 270-280 نفر وصل بودن و هنوزم قرار هستش که بریم سراغ آقای صغیری در بوشهر. بوشهر در واقع زادگاه فرهنگی نجف دریابندری هست، هرچند که خودش در آبادان متولد شده، اما به هر حال منبع الهام ایشون از نظر فرهنگی در ابتدا در بوشهر بوده، اینجوری که خودش برای ما تعریف کرده. و خب به هر حال صحبت‌های زیادی در این باره شده دیگه. من اینجا مثل اینکه الان صدا هست. آره، چون مثل اینکه یکی دو نفر گفتن صدا نمیشنون. بله آقای صغیری پیدا شدن. سلام. سلام احوال شریف. متشکرم سهراب جان، تو چطوری؟ من خوبم، خیلی ممنونم، خوشحالم که شما رو میبینم دوباره. قربانت برم، من آرزو داشتم بابام در کنارت نشسته بود. بله. خب آقای صغیری، من میخواستم از شما خواهش کنم که یک 10 دقیقه درباره بوشهر و درباره ماجرای تئاتر قلندرخونه و نقد نجف که روی این نمایش نوشته برای ما صحبت بکنید. الان در این لحظه حدود 144-5 نفر صحبت‌های شما رو گوش میکنن و احتمالاً اضافه میشن به مرور زمان. بله، در مورد در مواردی که اسم بردی خیلی زیاده. آخه خب هر کدوم که دلتون میخواد صحبت بکنید. بله چشم.
عرض کنم که خب میدونی که من شیفته تئاترم، همه چیزم رو گذاشتم روی تئاتر و در بعد از یک سری تمرینات و مقدماتی که یه زندگیم در باره تئاتر اجرا کردم با کسانی آشنا شدم که اینا راه رو هر کدوم بخشی از راه رو به من نشون دادن، تا اینکه نهایتا نجف دریابندری تکمیل کرد. یعنی دیگه شکی نداشتم از اینکه از این بر برم بازم یا از اون بر برم، راه مستقیم رو به من نشون داد. من ایشون رو یک در بوشهر بودم که از بستگان ما اتفاقا نسبت دارن با آقای شریفیان داماد آقای دریابندری. اینا اومده بودن خونه ما، من نمیشناختم، تازه خیلی هم بچه بودم، 12 سال 13 سال بیشتر نبود، ولی محل از آشنا بودم به بعضی از مسائل ادبیات و هنر. یکی از بستگان اون بستگان ما نشست پلو من، گفت تو اینو میشناسی؟ این گفتم کی؟ گفت این آقای دریابندری. من فکر کردم که مثلا یه افسر نیرو دریاییه یا یه ناخدای بزرگیه. گفتم نه، دریانورده. گفت نه بابا، این ادبیات و هنر نشنیدی؟ گفتم نکنی این مترجمه است؟ گفت بله، این همون ترجمه آثار همینگوی رو ترجمه کرده، چند تا از آثار خوبشو. من خیلی خوشحال بودم، ولی اینقدر بچه بودم که بی‌تردیدم برم مثلا بپرسم بگم آقای دریابندری راجبه مثلا ترجمه صحبت کنید. این یه مورد. یه موردم ما قلندرخونه رو اجرا میکردیم در تهران و خود نمایت قلندرخونه یک اثری بود که من بعد از اون همه تجاربم بهش رسیده بودم. یعنی معتقد بودم که اگر تئاتر راهی بجز آیین انتخاب کنه اشتباه کرده، هر چیزی رو که انتخاب بکنه نه توفیق پیدا میکنه به دست میاره نه جایی رو میگیره، هیچ. نشونش هم دلائلش هم که دارم دیگه، این همه دلیل، یعنی به آثاری که اجرا کردن و دیدن مردم و استقبال کردن، عامه ترین مردم این نمایش از این نمایش استقبال کردن، میگم دلیل خیلی خوبیه که نمایش مردمی همینه. این نمایش ما توی تئاتر شهر تهران اجرا میکردیم، تمام شد. معمولا بزرگان ایران میمادن پشت سن که جای من بود. من نمجور که نشسته بودم دیدم از تای تالار یک فیگوری فکمانن بلند بالا دیبا اندام داره آروم تک میاد به طرف ما. من احساس کردم که یک کسی که اهل فنده. کمی به حرمت رفتم جلو و سلام کردم. با بچه بودم و 20 سال 30 سالم 30 سالم نبود. سلام کردم، جواب داد و گفت که آقای صغیری هستین شما؟ گفتم بله. دست داد و تبریک گفت. گفتم بخیلی ببخشید شما؟ گفت من دریابندری هستم. گفتم نکنه نجف؟ گفت بله، من اصلا از جا پریدم. صدا زدم بچه ها بیایید ببینین نجف چه افتخاری نصیب ما شده. بچه ها دویدن اومدن، قبول داشتن من. گفتم اینه که میبینین اینجا وایساده دنیای ترجمه رو تکون داده، اینی که میبینین اینجا وایساده استاد منه، حتی اگر هیچ کلاسش هم ندیده باشم، اینی که اینجا وایساده خلاصه فلانه فلانه، حتی که عشق داشتن نسبت میشون رو گفتم. اومدن تو، توی اتاق من، اتاق کارگردان مخصوص بود پشت سر، و با بچه ها صحبت کردن، پرسیدن این چی کار است، اون چی کار است و اینا، خیلی خلاصه سوال کردن و بچه هم جواب دادن. بعد نهایتا گفتن که من میخوام از شما دعوت کنم یه شام بیاین خونه من.
من به بچه گفتم در ضمن ایشون یه رگ بسیار مهم و بزرگی بوشهری دارن ها. یعنی همینجوری نیست، یه هنرمند تنها نیست، از اون بوشهری هم هست. بچه ها خوشحال شدن و دست زدن و اینا، و ما قول دادیم به آقای دریا بندری که شام بیاییم خونش. 20-30 نفر بازیگر با اطرافیان سن همه اینا رو برشون رفتیم خونه شما. یعنی تو هم تازه دنیا اومده بودی، هم سن بچه منی، یعنی پسری دارم حماسه که هم سن خودته، هم تیپته. و وقتی که ما رفتیم اونجا دیدیم شروعه، خیلی از هنرمندهای بزرگ ایران اونجا هستن، از جمله که خیلی من دوستش دارم زنده یاد آقای مفید، بیژن مفید، که اونم خوشحال شد ما اومدیم. و خلاصه یه مجلس گرمی بود و چه شامی. بچه ها هنوز امروز هم میگن، میگن ما دیگه مجلسی زیباتر و شادتر است مجلسی که آقای دریا بندری در خونشون در خیابان پهلوی سابق اجرا کرد تأیید ما ندیدیم. آقا تمام غذاهای بوشهری رو این بزرگوار دستور داده بود، یک ماهی شیر یک بغلی توی شکم و تو بوشهری رو پاک میکنن و کشمش و مغز بادام و اینا میریزن تو که خیلی خوشمزه میشه. حلوای آردی پکورا دیگه از کنم خدمتون، خیلی غذاهای بوشهری بسیار لذیذ تعییری رو. یک میز بزرگ بچه ها سر تا سر میز نشسته بودن و خلاصه کویت بود براشون دیگه. بچه ها اونجا زدن و خوندن و خود بابا بلند شد و با بچه ها کمک کرد، یاری کرد بچه ها. منم یادم نمیره، واقعا یاد نرفتنیه اون شخص. از اون به بعد دیگه نجف دریابندری شد یکی از ماها، منتها یه بزرگی از ما، یه کسی که من هر چی میخواستم ازش میپرسیدم، حتی میمدم تهران باش مشورت میکردم. نمایش بعدیم که محفلنگ بود من رفتم تهران پرسیدم، گفت چجوری؟ گفتم اینجوریه. گفت میام بوشهر من، باید ببینم. اومد بوشهر، نمایش ما رو دید و طرحهای خیلی قشنگی داد که هم من هم بچه ها پسندیدیم و آمادهش کردیم. و نظر بابا تو بیشتر توی اون زمان اون روزگار در چند مجله و روزنامه چاپ شد، از جمله یک مجله بود به نام فرهنگ و زندگی. فرهنگ و زندگی که میشه یه ذره بالاتر بگیرین اون مجله رو، اگه میشه یکم بالاتر بیارین که ببینن بیننده. آها بله بله، این البته خوب. جلد فرنگیشه، پشت نمیشه. خلاصه این مجله نقد، اولین بار نقد ایشون، نقد تاریخی ایشون رو منتشر کرد. آقا دست به دست میرفت تمام ایران، حتی خارج. بچه ها از خارج به من زنگ میزدن و اونایی که نمیشناختن میگفتن ما دریا بندری به عنوان مترجم میشن، این بابا داره نقد تئاتر میمیسه و چقدر قشنگ. بله ایشون نقد تئاتر رو یک جوری استادانه مینوشت که حقیقتا نقد تئاتر بود، یعنی فرق میکرد با اونایی که به نام نقد تئاتر. ببینید شخصیت ها رو در چند جمله کوتاه، شخصیت های تئاتر رو، هر تئاتر رو این معرفی میکرد اونجور که برای یک بیننده تئاتر لازم باشه. مثلا من میخونم این تیکه اول شروع این نقد رو. در بوشهر مثل همه بندرها همیشه گروهی کارگر وجود داشتند که کارشان خالی کردن و بار زدن کشتی است. این کارگرها را بوشهری ها مزیری می نامند. مزیری یعنی مزدوری. این کارگران مزیری می کنند.
و اسم خودشان هم رفته رفته مزیری شده است. مزیری ها در همه جای دنیا صفات کم و بیش مشابهی دارند. مردمی هستند آسفاس، لخت و پاپتی، علکی خوش، رفیق باز و با هم دیگر ندار و یک کاسه. کار کاسبیشان هیچ ثباتی ندارد. هر وقت کشتی بیاید کار دارند. اگر کشتی نیاید ممکن است هفته ها بیکار بمانند. وقتی که پول داشته باشند خرج میکنند و خوش میگذرانند. وقتی که بی پولند توی لاک میروند. اونهایی که پول دارند غالبا جور بی پول ها را میکشند. آقای صغیری من خیلی عذر میخوام که معذرت میخوام که خوندن شما رو قطع میکنم. امیدوارم که اهالی میتونن این نقد و مقاله رو پیدا بکنن بعدن بخونن. با اجازتون ما میریم که پیام آقای محمدعلی موحد رو گوش کنیم. بله خیلی خوشحال شدم، امیدوارم به زودی در بوشهر شما رو ببینم. انشاءالله حتما این کار رو بکنم. حتما جای بهتری از تهران هست، وگرنه میگفتم در تهران هم دیگر رو ببینیم. خدا از شما. خدمت شما عرض شدن که به صورت زنده با ما باشن، ولی یک پیام ویدیویی دادن که ما میخواییم الان این پیام برای شما اجرا بکنیم. من از ایشون خیلی متشکرم برای این کار. یه چند لحظه ای صبر بکنیم تا این پیام پخش بشه. متاسفانه این صدا ضعیفه به دلایل مختلفی الان نمیشه و بچه های که در اینجا حاضر هستن قول میدن که براتون آپلود بکنن بعدا میتونیم پیام ببینیم و حالا برمیگردیم به موسیقی. وصل بشیم به آقای دکتر عبدالرحمن نجل رحیم. ایشون نورولوژیست هستن و طبیب هم مادرم و هم پدرم بودن. من باهاشون چندین بار مباحث جالبی رو داشتم درباره مسائل مرتبط و همیشه حرفای خیلی جالب و شنیدنی از ایشون دیدم. برای همین خواهش کردیم که ایشون هم بیان و چیزایی رو به ما بگن. الان داریم سعی میکنیم که بریم سرچ میکنیم. من اینجا باید بگم که این بیماری که مادرم داشت بیماری آلزایمر بود و در حدود 7 سالی طول کشید و پدرم در واقع تا جایی که من اطلاع دارم البته و سخت فهمیدنش 4 بار سکته مغزی کرد. تو این مدت در حدود 15 سال ما درگیر بودیم
و اتفاقات خیلی مختلفی افتاد که تقریبا همیشه یا بعضی وقتا دورتر بعضی وقتا نزدیکتر آقای دکتر نجل رحیم با ما همراه بودن. البته اینم باید ذکر بکنم که ایشون تنها پزشکی نبودن که با ما در ارتباط بودن. بازم همون مشکلات قبلی تکرار میشه، ولی فکر کنم بالاخره مرتب میشه. اگر که صدای منو دارین لطفاً از دفتر آقای دکتر برای ما ریکوست بفرستین، چون ما اینجا تو سرچ پیداشون نمی‌کنیم. خب داره نه ما بازم به یک کانتکت اینجا میگه دوباره. خب میخواییم بریم سراغ نفر بعدی تا. خب من از خانوم ژاکلین حقشناس که همسر آقای دکتر حقشناس مشهور، یعنی زبانشناس مشهور هستن، خواهش کرده بودم که امشب صحبت بکنن، برای اینکه ایشون در واقع انگلیسی زبان مادریشون هست و از دوره خیلی قدیم استاد نجف رو میشناسن، اما ایشون موفق نشدن، به خاطر همین دخترشون از جانب ایشون میان یه متنی رو برای ما میخونن. حالا اگه ما موفق شیم که ایشون رو بیاریم، خانم اشلینگ حقشناس، اون هم پیدا نمیشه. دوستان الان مشغول گشتن هستن. خب حالا سر پس به نظر باز بریم سراغ صحبت کننده قدیمون. اینجا رو گوشی ما دیده نمیشن. اینجا ما مشکلات. خب من بله، حالا من میخواستم برم یک چیزایی بگم. اگر فکر کنم خانم اشلینگ رو پیدا کردیم، داریم سعی میکنیم وصل بشیم. سلام اشلینگ جون، مجبوریم فارسی حرف بزنیم. آره خیلی عجیبه. خب تا الانش خیلی خوب بوده برنامه و خیلی خوب بوده. من ریکوست دادم، فقط امشب یاد گرفتم که ریکوست بدم. من جکی یه متنی داد که من ترجمه کردم، بعد چون فکر کردم که من خیلی بد ترجمه میکنم، آقای الوند بهاری برام ادیتش کرد و من اینو برات میخونمش که فکرم باید درست ترجمه بشه. اوکی. خب
نجف دریابندری رو اولین بار در لندن دیدم، تابستون 1347. با استاد محمد جعفر محجوب به لندن آمده بود. همسرم وقتی در دانشسرای عالی درس میخوند شاگرد دکتر محجوب بود و هنوز با هم در تماس بودن. از انگلیسی روان و بی‌نقص آقای دریابندری و شوخ طبعی فوق‌العاده او بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. از جاهای خنده‌دار کتابایی که ترجمه کرده بود چند ساعت و گاهی حتی چند پاراگراف از حافظه میخوند. بعد صدای خنده‌های بی‌نظیرش بلند میشد. میانه با رستوران‌های ایرانی نداشت و مشتاقانه غذاهای فرنگی را امتحان میکرد. یک بار هم یادش بخیر هممون با هم پیتزا خوردیم. اولین بارمون بود. اون روزا پیتزا خیلی جدید بود. هنوز دنیا رو نگرفته بود. در لندن هم چک و توک رستوران‌های ایتالیایی بود که پیتزا داشتن. در سال 1351 که ما به ایران اومدیم باز هم همدیگر رو دیدیم. چند سال بعد وقتی سهراب خیلی کوچیک بود بارها نجف و فهیمه بچه های ما رو دعوت کردن تا در استرخشون تنی با آب بزنن و در اون حیات دوست داشتنی بازی کنن. چه روزها و شبای دلپذیری رو که با هم در خانه زیبای خیابون چهرازی گذروندیم. سالها سپری شد، دوستان مشترکی پیدا کردیم و خیلی همدیگر رو میدیدیم. گاهی هم در قهوه خانه های درکه. آن سالها که هممون جوانتر بودیم و سرحالتر. جاش خیلی خیلی خالی خواهد بود. من میدونم که واقعا جاش سهراب جان خیلی خالیه. خب خیلی متشکرم از چیزی خواهش میکنم برامون بگی. که سس سالاد یاد گرفتن، یاد دادن به هم. که آقای دریابندری همیشه میگفتن که سس سالاد رو باید به یک آدم خسیس بدی که سرکش رو بریزه، به یک آدم دست و دلباز بدی که روغنش رو بریزه و یک آدم دیوونه پیدا کنی که هم بزنه. پس اشلین جان این سالاد رو هم بزن. این دوست آره و خب خیلی متشکرم اشلین جون. مرسی. خیلی ممنون. میبینم ات زود زود. تیک کر. بای بای. خداحافظ. خداحافظ. خب ما میریم سراغ نفر بعدی. من منتظرم ببینم آقای دکتر نجد رحیم رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. یه خود از شما معذرت خواهی میکنم برای اینکه من و اشلین معمولا از بچگی با هم دیگه انگلیسی حرف میزدیم، اصلا عادت نداریم با فارسی با هم حرف بزنیم، ولی فکر میکنم که آقای دکتر نجد رحیم رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. خب میریم سراغ آقای احمد پوری که مترجم بسیار به نام و شناخته شده هستن. متاسفانه من ایشون رو تا امشب ندیدم، ولی خب با آثار ایشون از دور آشنایی دارم. به خصوص یادم هستش که چند سال پیش یک کتابی از ناظم حکمت دیدم که یعنی یک ترجمه از ناظم حکمت دیدم که کار ایشون بود. ایشون مترجم آثاری از پابلو نرودا، از لورکا، از شاعرهای مختلف در واقع فکر میکنم به زبون اسپانیایی و ترکی هستن. حالا سعی میکنیم که ایشون رو پیدا کنیم، ولی نه، حالا به جاش آقای دکتر نجد رحیم بالاخره نه اینم باز وصل نمیشه. خب آقای احمد پوری اگر صدای منو دارید خواهش میکنم برای ما یه ریکوست بفرستیم که به من وصل بشیم. اگر ممکنه آقای پوری خواهش میکنم خارج بشید و دوباره ریکوست بفرستید. و
من الان یه سوالم میبینم روی صفحه که درباره سیف شدن لایو، این لایو ریکورد میشه، ضبط میشه و بعداً از طریق فکر میکنم خود خانه هنرمندان در اختیار قرار میگیره، میتونیم دوباره ببینیم. فکر میکنم خانم اشلینگ هم اینجا چند تا طرفدار پیدا کرد. اینجا آقای پوری رو من میبینم ولی ببینیم وصل میشن یا نه. خب سلام عرض میکنم آقای احمد پوری. سلام سهراب عزیز. خیلی معذرت میخوام اگه ممکن، آهان یه ذره کادرتون چیز بود الان بهتر شد. خوبه. بله خب خیلی خوشحالم که شما رو از نزدیک میبینم. من آثار شما رو دیده بودم ولی خودتون رو ندیده بودم. خب این کم سال تحقیم. حالا خواهش میکنم اگه ممکنه چند دقیقه برای ما صحبت کنین و من چون آشنایی زیادی با شما ندارم دیگه نمیدونم که از چی بپرسم. خودتون حتما میدونید که درباره چی باید حرف بزنید برای ما. حتما خیلی کوتاه حرف میزنم به دلیل خیلی مشخص، همین که آخر برنامه‌تونه یه چند نفر دیگه تو صف هستن و میخوان صحبت کنن. دوم این که دور و بریای ما، یعنی من به عنوان مترجم، همه میدونن که من چقدر در مورد نجف دریابندری متاسفم. حتی این کلمه رو به کار میارم، تاسف دارم نسبت به ایشون و هر گونه بی احترامی در مورد ایشون و در مورد ترجمه هاش اگر در حضور من باشه من شدیداً برافروخته میشم. حالا کاری ندارم. من میخوام یک نکته خیلی کوچک ولی خیلی مهم در مورد کارهای نجف دریابندری بگم که اگر واقعا وقت مناسبی باشه میشه تا فردا صبح راجع به نجف دریابندری صحبت کرد. من یه چند دقیقه فقط این نکته رو میگم و از حضورتون مرخص میشم. حساسیت نجف دریابندری به زبان خیلی خیلی بالا، یعنی در چند مورد هم توصیه کرده بود که به مردم گوش کنید، به دوروبرتون گوش کنید، زبانونه. این حرف خیلی ساده ای نیست، حرفیه که پشتش دانشی نهفته و یک دانش زبانشناسی نهفته پشتش. نجف مثل زبانشناسان انقلابی امروز معتقده که زبان اون زبان کهنه کتابی نیست، زبان مال مردمه. این مردم زبان رو به وجود میارن و این منتقدینه که میفتن دنبالش، زبانشناس ها میفتن دنبالشون رو فرمولیزه میکنن، گرامر میسن برش. یک موردی هست که من معتقدم که اگر تمام فرهنگستان ما نصف این مسئلهی که دریابندری گفت میفهمیدن، این همه مورد شوخی و تمسخر قرار نمیگرفتن. من یه مقدمه کوچولو بگم بعد مستقیما حرفی که نجف زده بگم. ببینید الان این سوال برای همه ما مطرحه که واژه‌های بسیار زیبایی که قبلا فرهنگستان اول درست کرد مثل بلدیه شد، شهرداری، نظم شد، شهربانی و و و همه اینا رو ما قبول کردیم و الان به کار می‌بریم. اما چرا ما ماشین رو قبول نکردیم؟ چرا ما نمیگیم خودرو؟ میدونید از همون زمان تا به امروز همه تلاش به کار رفت تا ما بگیم خودرو ولی نمیگیم خودرو. چرا لج میکنیم؟ این در واقع لج کردن نیست. اگر یک نفر روح و قاموس زبان رو خوب بدونه علت اینو میدونه چیه. الان مثال از نجف میزنم. در کتاب آشپزی، مستطاب آشپزی، نجف دریابندری به کلمه مایکروویو میرسه و میگه که من برای مایکروویو یه معادلی پیدا کردم
و یک مدل بسیار زیبایی میگه. میگه این مدل موجپزه، موجپز. ولی بعد خودش بلافاصله میگه، میگه ولی من مطمئنم جا نخواهد افتاد. همین یک واژه به ظاهر کوچک و ساده نشان از دریافت بسیار عمیق نجف دریابندری از زبانشناسی امروزی است. چرا؟ برای اینکه اون جا افتاده مایکروویو قبل از اینکه من لغت کنم برای درست کنم خودش اومده لغت با خودش آورده تموم شده. یعنی به همین سادگی وقتی ماشین اومد همه اول یه 10 سالی 15 سالی ماشین رو دیدن و هر که عمه من اگه پرسید این چیه گفتن ماشینه، اون یکی گفت ماشینه چون لغتش با خودش اومده بود. اما وقتی که گفتن خود رو بگید اون دیگه دیر شده بود، مثل کامپیوتر. الان شما کامپیوتر رو دیگه کامپیوتر خواهید گفت، هرچند که واژه زیبایی درست کنید مثل رایانه مثلا. خب اونو ما نمیگیم، اما یارانه رو میگیم. یارانه نداشتیم و کلمه با خودش اومد، ما اونو یاد گرفتیم. این مسئله به این سادگی رو اگر فرهنگستان الان ببینه خیلی از این واژه های بعضی وقتا خنده دار در نمیاره، این هم نیرو صرف نمی کنه. این مسئله در مورد نجف دریابندری خیلی خیلی واضح و آشکار هست، روشن بود. و همین مسئله کوچک در اینجا محدود نمیشه. شما در تمام ترجمه های نجف دریابندری نگرش بسیار بسیار عمیق و خوب و عالمانی اونو نسبت به زبان فارسی میبینید. اینه که نجف دریابندری و ترجمه شو همین مسئله به نظر من یکی از عواملش بود که خیلی بزرگ کرده. من او را در یادداشتی در یک روزنامه شیخ المترجمین نامیدم اینو و واقعا نجف شیخ المترجمین بود، یادش گرامی. خیلی متشکرم ازتون آقای پوری. من خیلی خوشحالم که شما رو دیدم و چقدر صدای گرم و خوبی هم دارین شما. امیدوارم بعضی از این شعرهای نرودا و احیانا همین ناظم حکمت که من دیده بودم بخونین، ضبط کنین و امیدوارم به زودی هم ببینم اتون از نزدیک. من هم خیلی دلم خواهد ببینم اتون. خیلی دلم. بسیار عالی، شبتون بخیر. میریم که با سخنگوهای بعدی صحبت بکنیم. بله بله، خیلی ممنون. مرسی. خب میریم آقای دکتر نجل رحیم رو پیدا بکنیم. من به اینجا حالا بگم تو این فرصت آقای دکتر دستی در قلم دارن. الان مدت هاست که من از تو کانال تلگرامی ایشون نوشته هاشون رو میخونم که فکر کنم تو روزنامه شرق چاپ میشه هر از گاهی و یک مطلب بسیار زیبا هم درباره استاد نجف نوشته بودن که به نظر من فوق‌العاده بود و ایشون مطالبی هم داشتن درباره تأثیرات بیماری آلزایمر و رابطه این بیماری با تخیل، اگر درست بگم، یا با در واقع ایمجینیشن آدم ها. یک محفلی رو یادم میاد که ایشون یه همچین صحبت هایی کردن، برای من خیلی جالب و جذاب بود. چرا اینجا این کانتکت نیست؟ نه، ما منتظر هستیم برای برقراری ارتباط ولی به دلایل نامعلوم ظاهرا با یه گوشی متفاوت دارن سعی میکنن ولی نمیشه. حالا اینجا خدمتون بگم که این برنامه موسیقی هم بنا شد که بره آخر داستان. هنوز بچه ها توی استودیو دارن تلاش میکنن. سلام، احوال شما؟
و مدت ها فکر میکردم چجوری با تو تماس بگیرم و اون چیزی که دلم میخواد رو بهت بگم، ولی خب اینم یه موقعیت خوبیه که میتونیم شما رو ببینیم. و ولی چقدر سخت ارتباط برقرار شد. اینی که حالا امیدوارم که این خودش خیلی خوب درخش جود. آره. و این اینجا دوباره یه مقدار ضعیفه ولی این کانکشن ضعیفه یه مقدار. من الان نمیدونم که بقیه میبینن من نمیبینم یا خب آقای دکتر من آخرین جملات شما رو نشنیدم چون ظاهرا کانکشن شما ضعیفه یا یه مشکل دیگه وجود داره. الان نظر شما چیه اینجا؟ از اینترنت LTE استفاده کنن. آقای دکتر ببین اگر میتونین امتحان بکنین با LTE وصل بشین به ما، یعنی با از اینترنت سیم کارتتون استفاده بکنین برای اتصال. من قطع میکنم حالا و میرم که دوباره میخواییم اگر موافق هستین بریم با آقای امرایی صحبت بکنیم تا این مسئله حل بشه. خب آقای اسدالله امرایی که دیگه مترجم شناخته شده هستن، نیاز به معرفی چنان زیادی ندارن. کتابایی مثل پاییز پدر سالار، مثل کوری مال خوزه ساراماگو، کلیسای جامع ریموند کارور از ترجمه های ایشون هست. من آقای امرایی رو داریم سعی میکنیم. منم خیلی زود. سلام آقای امرایی. سلام، صدای منو دارید شما؟ من صدا ندارم. سلام عرض میکنم خدمتتون. درست شما تسلیت خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. عرض کنم با توجه به اینکه فرصت زیادی هم نیست، من خیلی صحبت ها مختصر خدمتتون عرض میکنم. نسل من در واقع با کارهای نجف بیشتر آشنا شد و در واقع ما اول آثارشون رو خوندیم بعدا خودشون رو دیدیم و به قول خودش میگفت اول صدای ما رو شنیدید بعد سیمای ما رو دیدید. منتها سیمای ما رو موقعی دیدید که به هر حال خیلی بز نیست. و من در چند بار خدمت ایشون آمدم به واسطه در واقع دوست خوبم آقای غلام حسین سالمی و همسایه شما که به هر حال دوست خانوادگی بودن، آقای تیمسار اصلانی و
خانمشون فهیمه خانم که اگاه کداری می آمدن و در واقع توی منزل شما موسیقی اجرا می کردن با دوستان و خب توی همون صحبت ها با ایشون بیشتر آشنا شدیم. بعدم که در واقع همشهری آقای نجف دریابندری جناب صفدر تقی‌زاده که استاد ما بودن و با ایشون هم به هر حال خدمت استاد می آمدیم و برای معذرشون استفاده می کردیم. من چیزی که می تونم در مورد آقای دریابندری بگم این است که آقای دریابندری مترجم مؤلف به این معنا که در واقع زبان فارسی بسیار مسلط بودن و در واقع همونجور که آقای پوری هم اشاره کردن لغت فارسی دستشون مثل موم بود و خیلی لغت ها رو در واقع ساختن، خیلی لغات رو آوردن توی زبان فارسی. شما ترمان هر اثری که از ایشون آمد یه معرفی تازه نویسنده بود. من فقط یه خاطره در واقع خیلی کوتاهی بگم و بعد دوستان دیگر صحبت کنن. ما موقعی که آثار ویلکاپی رو میخوندیم با ترجمه های دریابندری شایع بود که اصلا ویلکاپی وجود نداره و این خود آقای نجف دریابندریه که داره به اسم ویلکاپی و مطلب مینویسه. خب حالا تو موقع این امکاناتی که امروز داریم رو نداشتیم که بریم ببینیم که به هر حال این نویسنده وجود داره یا وجود نداره و خب ما بعدهای نویسنده رو کشفش کردیم، فهمیدیم که این نویسنده به هر حال وجود داشته و اتفاقا طنز نویس خیلی ماهری بوده. منتها طنز ایشون اگر قرار بود به فارسی ترجمه بشه و به دست مترجم دیگری میافتاد یا مترجم ناشی، واقعا اصلا ویلکاپی اونجوری که باید گل نمیکرد. آقای امروی من معذرت میخوام حرف شما رو قطع میکنم چون این ظرفیت یک ساعته این اینستاگرام داره تموم میشه. اگه اجازه بدیم ما قطع میکنیم، دوباره برمیگردیم بعد از 5 دقیقه برای در واقع پورشن سوم این برنامه، شما صحبتتون رو ادامه بدیم با ما. من خیلی معذرت میخوام ولی چون فکر کنم تا چند ثانیه دیگه ما قطع میشیم. من اینجا اینو قطع میکنم و برمیگردم. خب من بازم سلام میکنم. الان در واقع یک ساعت سوم ما آغاز کردیم که البته امیدواریم که دیگه به یک ساعت نکشه. منتظر میشیم که آدمای که توی کانکشن قبلی بودن هم به ما ملحق بشن. خدمتتون بگم که آقای امرایی رو فعلا منتظر میذاریم یه مقدار با عرض معذرت و امیدوار هستیم که این بار بتونیم پیام ویدیویی آقای موحد و بعداً پیام ویدیویی آقای محمود دولت آبادی رو برای شما پخش کنیم و موسیقی زنده هم ظاهراً مشکلش حل شد و امیدواریم که دوباره بتونیم بعد از اینها برگردیم و ادامه صحبتمون رو با آقای امرایی داشته باشیم. هرچه چنین سری را تیغ اجل نبرد.
چین سرد سربلندی بر ساق عرش ساید. 69 سال از اون ایام می گذرد. او را از کارگزینی معرفی کرده بودند برای کار در اداره خبرهای روز آبادان. گفتم خودش هم بیاید ببینمش. آمد. از ملاقات اول چیزی که در خاطرم نقش بست، جوانی بود لاغرندام، سرزنده، یه کمی خجالتی اما با اعتماد به نفس. از اون پس نجف در زندگی فراز و فرودهایی داشت، اما یک چیز را هرگز گم نکرد و اون سرزندگی بود که با بلوغ بیشتر توأم شد با شوخ طبعی و یک نوع سبک روحی که محضرش را دلپذیرتر و جذابتر می ساخت و نوشته هایش را رونق و جلا می بخشید. هرچه بر دامنه اطلاعات و معلوماتش می افزود در طنز پرمایه و دلنشین و وقارآمیزش منعکس می شد. او پیر شد اما نوشته هایش مادام که قلم به فرمانش بود و می نوشت هرگز بوی پیری نداد. هرچه نوشت شوقناک بود و بوی زندگی می داد. هر جا که بود ذوق و شادی هم بود. ز خاک من اگر گندم برآید، از اون گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نانوا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می به جز مستی چه آید. میابی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. پیام بسیار زیبایی بود. وجود نجف دریابندری برای جامعه ما در بیش از نیم قرن اخیر بسیار لازم و حتی ضروری بود. نجف ما رو با بخش مهمی از ادبیات و اندیشه غرب آشنا کرد. به سهم خودش شخصا قدرشناس زحمات او هستم، زحماتی که با صمیمیت و خوشرویی انجام گرفت. نجف صمیمی کار کرد و عزیز زندگی کرد با عزت. در پایانه عمر البته او دچار وضعیت آزارنده ای شد برای خودش و شاید هم برای اطرافیان. این بابت دوستداران نجف دریابندری از جمله شخصاً میبایستی قدرشناس زحمات سهراب دریابندری و همسر نازنین او باشیم که تا پایان عمر با مدارا و ملایمت و مهربانی با زندگی نجف همراه بودند و
به انجام رسانیدند. شخصا قدرشناسی میکنم از زحمات این زوج جوان و امیدوارم که زندگی برقرار باشه. متشکرم. خب ما منتظر هستیم که با استودیویی که بچه های موسیقی زنده توش الان قرار گرفتن متصل بشیم. امیدواریم که موفق بشیم این کار بکنیم. این گروه موسیقی با سرپرستی آواز آقای از اعضای نسبتاً جوان حلقه جمعه ها هستن. ما فکر میکنم که یک میهمان ناشناخته رو آوردیم یک لحظه روی لایف، ولی بله آقای اسحاقی یکی از کارهایی که انجام دادن شما دیدید فکر کنم تو اون قسمت اول که با این بچه ها اومده بودن منزل استاد نجف و برای ایشون در واقع یک کنسرت شخصی اجرا کردن. بچه ها صدای منو دارید؟ آقای اسحاقی، آقای اسحاقی صدای منو دارید؟ ما منتظر شما هستیم. صدا وجود داره. دوباره برگردیم. آره دوباره سعی میکنیم که دوباره وصلیم که مشکل صدا برطرف بشه. من باز هم معذرت خواهی میکنم، ولی این در واقع شاید جز اولین دفعاتی است که یک چنین لایوی برگزار میشه. بچه هایی که اینجا هستن واقعا خیلی تلاش میکنن که مشکلات رو برطرف بکنن، ولی خب گاهی این مسائل پیش میاد. خب دوباره وصل شدیم. صدای من داری؟ بله آقای اسحاقی درست شد. فکر میکنم میتونید. سلام آقای اسحاقی. متشکرم. صدا رو داری؟ بله بله. دوباره بس بشیم چیزا اون گوشی که سجاد اول گرفته بود. با همین گوشی وصلی دارم. میتونید اجرا کنید اگه میخواید. باشه شد. سلام عرض کنم خدمت بینندگان. بابت تاخیرم رو عذرخواهی میکنم. ما دو تا قطعه رو آماده کردیم که از تصنیف های اتفاقا مورد علاقه استاد نجف دریابندری هم بوده و بنده هم این اتفاق داشتم که در منزل ایشون براشون اجرا کنم. اینجا دوستان قبول زحمت کردن و ما این دو قطعه رو براتون اجرا میکنیم. امیدوارم که مورد طبع شما واقع بشه. در خدمت هست. Thank you.
یکی یه بوله
چه خوبوسی چه قشنگ است و من روز بابا جان یکیه اول روز آقای جان یکیه اول روز ماما جان یکیه اول متشکریم آقای محمد صادق اسحاقی و همراهانش که متاسفانه من اسمشون رو روی کاغذ یادداشت کرده بودم ولی الان گم شد. اگه ممکنه خودتون رو معرفی بکنین که بله. صادق جان یا بله میخوای بله. تو اسم بچه ها رو بخون لطفا. بله حتما. دوستان من که زحمت کشیدن و تا این موقع شب صبر کردن تحمل کردن، نوازنده تنبک آقای مرتضی یگانه را، برادر ایشون نوازنده بندیر آقای مجید یگانه را، نوازنده کمونچه دوست عزیزم آقای احسان بسی خواسته که ایشون هم جنوبی هستن و اجرای همشهری و استاد نجف دریابندری و شما آقای سهراب خان و دوست عزیزم هنرمند گرامی نوازنده پیانو آقای سیروس مهاجری عزیز. خیلی متشکرم صادق جون. ما میخواییم بریم اون قطعه پیانوی سردار رو پخش بکنیم اگه بشه. البته نه، الان سعی میکنیم با آقای امرایی صحبت بکنیم و احیانا دکتر نجل رحیم و بعدا این کار رو میکنیم. شبتون بخیر بچه. خب حالا دوباره میریم به دنبال این که آقای امرایی رو وصل بکنیم. در حال وصل شدن هست به نظر. بله آقای امرایی من خیلی عذر میخوام ازتون. خواهش میکنم. شما رو معطل نگه داشتیم. و اختیار دارین. قطعه موسیقی لذت بعضی از دوستان فرصت هایی
این در واقع به دو تا در واقع واسطه اول که عرض کردم آقای غلام حسین سالمی بود و همسایه آقای دریا بندری که در واقع دوست مشترکمون بود تیمسار اصلانی و خانمشون فهیمه خانم که گاهگداری می اومدن و اونجا خدمت استاد می رسیدیم و سعیم می کردیم تا جایی که می تونیم از این فرصت ها بهره ببریم چون واقعا فرصت هایی بود که کم پیش می اومد. من یه نکته رو خیلی دلم می خواد که بگم در مورد آقای دریا بندری. آقای دریا بندری در واقع کسی بودن که توی نقد آثار ملاحظه در واقع رفاقت و دوستی و عرض کنم خدمتتون حزب و این حرفا رو نمی کردن. بعد به کسایی حتی در واقع نقد کرده بودن که کسی جرأت نمی کرد، حتی اینقدر اسمشون بزرگ و سنگین بود که کسی جرأت نمی کرد راجع به اونها نقد بنویسه یا در واقع اگر کارشون ایراد داره ایرادش رو بگه. من توی آدم هایی که به هر حال همسنف نجف بودن و اون خصوصیات اخلاقی او رو دارن میتونم به آقای انور اشاره کنم که صراحت لهجهشون و دقتشون توی نقد مثال زدن در واقع به ماهایی که تازه به این عرصه پا گذاشتیم یاد میده که اگر قرار است کاری بکنیم حتما باید یادمون باشه که پیشینیانمون چیکار کردن. آقای دریا بندری اگر جای لازم بوده مثلا ترجمه رو بکنه یا مثلا حتی ترجمه مجددی انجام بده، من یادم ازش سوال کرده بودن، گفته بود که من تشخیصم این بود که اینا باید ترجمه بهتری ازش بشه و من چون می توانستم این ترجمه بهتر رو انجام بدم انجام دادم. یا مثلا نقدی که با آقای بهازین داشت، با آقای شاملو داشت و دوستان دیگر. به هر حال نگاه بسیار زیبایی داشتن هم به زندگی هم به مرگ. من این روز زمانی که در واقع خانم راستکار فوت کردن و در واقع برای دفن ایشون رفته بودیم، من اونجا شاهد بودم که مرگ رو یه جور ادامه حیات میدونست، یه جور ادامه زندگی میدونست و فقط اینو میتونم بگم که ایشون خوب زندگی کرد و خوب مرد و مصداق اون کلام چخوف نبود. چخوف گفت آقایان بلد نیستید زندگی کنید، نجف دریا بندری بلد بود زندگی بکنه و از لحظه لحظه زندگیش لذت برد و به هر حال پایان عمر شاید به هر حال وضعیت خیلی خوبی نداشت، اما خیلی خوب بود که شما دورش بودید، دوستانش دورش بودن. من یادم آخرین بار آقای صفدر تقی‌زاده آمده بودن خدمت ایشون، خودشون مریض بودن با دست شکسته و کتف در رفته آمده بودن که اون دیدارهای جمعه رو یادشون نره. روح شاد و اجر شما هم مجور. متشکرم. خیلی ممنونم آقای امرایی، امیدوارم به زودی شما رو ببینیم.
من دیگه ازتون خداحافظی میکنم تا یه تلاشی بکنیم برای آقای دکتر نجی رحیم اگر موفق بشیم. اینجا ما یه تصویر خب این ظاهرن مکانی که آقای دکتر هستن اینترنتش ضعیفه، ما یه تلاش دیگه میکنیم. ببینیم آقای دکتر امروز بالاخره موفق میشیم با شما صحبت بکنیم یا نه. داره بس میشه. بله سلام. سلام سلام سهراب عزیز، خوشحالم که میبینمتون و خوشحالم که بالاخره در انتهای برنامه مثل این که ارتباط ما وصل شد با هم دیگه. خیلی خوشحالم شما رو میبینم و نکاتی رو که شما فرمودین من گوش کردم همش رو و به نظر من دو تا اتفاقی رو که ما پزشکا مثل که عادت داریم همیشه اواخر کار مثل این که برسیم و اینجا هم میگیری شد و ما موقعی به شما رسیدیم که انتهای برنامه تون است. برحال خسته نباشین، میدونم کار بسیار دشواریه، حدود 2-3 ساعته که مشغول صحبت هستین و همین استرسی که آدم ها رو بگیرین یا نگیرین یا بتونین ارتباط پیدا کنین. برحال برنامه بسیار خوبی بود، من خوشحالم که میبینم اتون و راجع به پدر و مادر ما بارها با هم صحبت کردیم و به نظر من دوتا شخصیت برجسته کشور ما بودن و هر دوشون بیماریشون هم خاص بود به نظر من، همونجوری شخصیت بود. به نظر من بیماری با شخصیت آدم ها ارتباط داره، یعنی هر آدمی به اون یگانگی و یونیکنسی که داره میتونه انواع اقسام حالتهایی رو از خودش نشون بده که در شخصهای دیگه ما نتونیم ببینیم. در مورد مادر که با هم خیلی صحبت کردیم، ولی امشب شبی هست که یاد پدر باید بکنیم و اون سالهایی که همونجوری که شما گفتین حدود 15 سال با انواع اقسام سکته های متعدد مغزی، به هر حال شما هم میدونم که یک یار و یاور بسیار بسیار خوبی بودید. من همیشه بیمارای خودم رو با همراهاشون در مقابله قرار میدم و برای اینکه از این مقابله یاران بیمارانم، همراهان بیماران با خود بیمار چیزهای زیادی یاد میگیرم و اطلاعات زیادی کسب میکنم و به نظر من شما خیلی تخصصی و حرفه‌ای با دو تا بیماری که دو تا چهره بالینی متفاوتی داشتن خیلی خوب روبرو شدید و من از این نظر بهتون تبریک میگم. خیلی ممنونم. البته من در ابتدا اصلا هیچی بلد نبودم، ولی خوب یاد گرفتید و خوب یاد گرفتید و به نظر من یک یار و یاور خیلی خوبی هم برای مادر و هم برای پدر بودیم و من از این نظر از شما خب تشکر بکنم که یک همچین فرزند به اصطلاح همه فن حریفی شدیم. حالا در تجربه آدم یاد میگیره، در تجربه یاد میگیره و من هم به عنوان پزشک یاد گرفتم و من در رویارویی با مادر و پدر یه چیزایی یاد گرفتم که نمیدونستم و فهمیدم که فرهنگ و اون آموزشی که مغز میبینه و آموخته میشه در طول سالیان طولانی چجوری در ساختار مغز نفوذ میکنه و وقتی که ساختار مغز به علتی و هر علتی به علت طبیعی یا اجتماعی یا فرهنگی آسیب میبینه، این میتونه از خودش توانایی هایی رو نشون بده که در یک فردی رو که اون تعلیم و اون کارکشتگی رو نداره ما نمیبینیم و در افرادی میبینیم که از نظر
تجربه زندگی و عبور از دالان‌های متعدد زندگی وقتی که به انتها میرسن، اون تجربیات انگار در بیماریشون هم خودشون رو نشون میده و به یک نحوی ما میتونیم ببینیم که اینها یک تظاهراتی، یک چیزایی از خودشون بروز میدن که شاید در افراد دیگه ما اونا رو نبینیم. در مورد پدر من فکر میکنم یک همچین چیزی بود. ما وقتی که با یک فرد سکته های متعدد که یک جور زوال رو با خودش به همراه داره روبرو هستیم، اینها خیلی سختی که هویتشون رو و اون شخصیت کاراکتر اصلی خودشون رو بتونن حفظ کنن. و پدر فکر میکنم از نظر هیجانی عاطفی و اجتماعی خیلی قشنگ تونست خودش رو حفظ بکنه. و اگه یادتون باشه من یکی از جلسات جمعهشون رو حضور داشتم و میدیدم نه تنها با شما و با من چجوری میتونه ارتباط عاطفی زیبایی رو برقرار کنه و یه جور آگاهانه و یک شعور به اصطلاح خیلی آگاه زیر پوستی رو از خودش نشون بده. و بعد همین حالت رو دیدم در جمع بزرگتری در یکی از اون جمعه ها باز از خودش بروز داد که برای من خیره کننده بود، شگفت انگیز بود. و یک همچین شخصیتی که بعد از این همه بلایی که بر سر مغزش اومده، اون لایه های پایینی و هیجانی عاطفی و اجتماعی مغز که بر اثر تجربیات زندگی تونسته خودش رو، تجربیات فرهنگی بسیار وسیعی که آقای نجف دریابندری داشت، خودش رو تونسته اونجوری حفظ بکنه و بتونه با همه اون شدایدی رو که بر مغزش وارد اومده، بتونه از خود اون همه تظاهرات دوستانه عاطفی در مقابل دوستاش و در مقابل هم گروهاش نشون بده، برای من شگفت انگیز بود. یعنی در واقع آقای نجف دریابندری در حالی که زبان نداشت، یعنی نمیتونست ارتباط کلامی برقرار کنه، ارتباط حتی خواندن و نوشتنی برقرار کنه، ولی از اون پنجره های عاطفی مغزش میتونست با یک گروه وسیعی از کسایی که دور و برش بودن ارتباط برقرار کنه و ارتباط معنادار برقرار کنه. این خیلی مهمه، ارتباط معنادار برقرار کردن با افرادی رو که شما میشناسین، سالها باشون زندگی کردین و الان دور و برتونن، شما یه جوری بهشون سیگنال میدید که من تو رو میشناسم، تو رو به جا میارم، تو رو میدونم چی هستی ولی نمیتونم چی بگم. یک جور در این که نشون میده که میشناسه این افراد رو، در این حالت نمیتونه خودش رو بیان بکنه. و این ممکنه از یک نظر خیلی ناراحت کننده باشه، ولی از یک نظری به نظر من شادمانه است، به خاطر اینکه این آدم نفس زندگی، روح زندگی و اون جان زندگی هنوز درش جریان داره، غلیان داره و این در ارتباطات اجتماعیش خودشو نشون میده. حتی در لحظاتی رو که دیگه شاید اواخر هوشیاریشه، آگاهیشه، در لحظاتی رو که آگاهیش رو داره از دست میده، باز هم این پنجره رو به نور، رو به خورشید در وجودش، در مغزش، در عمق لایه های مغزش میتابه و میتونه دور و بر خودش رو روشن کنه. و این واقعا برای من که این همه بیمار دیدم شگفت انگیز بود. و این فقط از یک کسی برمیاد که تجربیات، این همه تجربیات بالا پایین زندگی، شدائد زندگی رو تونسته باشه با مقاومت، با بردباری، با یک نوع تحمل شگفت انگیز اینها رو قبول بکنه و بگذره ازش. یعنی مثل کسی که از هفت خان رستم در واقع رد شده و الان وقتی که دیگه فرسوده شده، از همه نظر فرسوده شده، هنوز میتونه نور از خودش بده بیرون، هنوز میتونه روشنایی از خودش بده بیرون. و
هنوز میتونه شگفتی بیافرینه در ارتباط با دیگران. و اینه که تا روزهای آخر، روزهای جمعه، این همه دوره ورش شلوغ میشدن، همش دور نجف بود که جمع میشدن. دور اون وجودی بود که هنوز فکر میکردن یه روشنایی داره و اگه این روشنایی رو نجف نشون نمیداد از خودش، این آدم ها محو میشدن، میرفتن به کارشون، نمیدونن، نمیمودن دیگه تو خونه بشینن ساعت ها اونجا منتظر باشن تا نجف بیاد بشینه با هم حرف بزنن. با هم که نمیشد حرف بزنن، اونا حرف بزنن به اون بخنده. اون قیافه شادان، اون قیافه پرمعنا، اون نگاه پرنفوذ و اون دست های که گاهی به علامت آشنایی بلند میکرد و برای همه و گویا همه رو تک تک میشناخت، همه رو به جا می آورد، همه رو میدونست که چه جایگاهی تو زندگیش دارن. اینا همه نکاتی هست که به نظر من برای من به عنوان یک پزشک آموختنی بود. من یاد گرفتم، حتی در لحظات بد بیماریش من از او چیز یاد گرفتم و به نظر من این خیلی ارزشمنده. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. من امیدوارم که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. واقعا چندی بارم با هم دیگه صحبت کردیم. حالا بحث خیلی طولانی که میتونیم با هم دیگه بشیم ساعتها راجع به پدر و حتی مادر صحبت بکنیم و بسیار عالی. این ایتهیه که میتونیم ساعتها بشیم با هم صحبت بکنیم. بله خیلی متشکرم ازتون. من تلاش میکنم که خوشحالم که از من دعوت کردید که من در خدمتتون باشم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشین و در کاراتون موفق. خیلی ممنونم، شبتون بخیر. شبتون بخیر. من الان تلاش میکنم که اگر بشه این ویدیوی سردار سرمست رو که قرار بود اول برنامه پخش بشه الان بذارم. صدا دوباره وصل شد. قطعی بود به نام چنین روند بزرگان سردار سرمست. هنوز یه صد نفری با ما هستن. من میخوام قبل از اینکه ادامه بدم تشکر کنم از آقای محمود دولت آبادی که این ویدیو رو برای ما فرستادن. متاسفانه من هنوز با خود ایشون نتونستم صحبت کنم، برای خیلی ممنونم. و عرض کنم که یه توضیحی درباره این عکس پشت سرم بهتون بدم. یه عکس سیاه‌سفیدی اینجا پشت سرم هم میبینه، این کار خانم مریم زندی عکاس معروف هست که در سال 1371 در اتاق کار استاد نجف گرفته شده. از ایشون هم تشکر میکنم. این عکس رو برای ما فرستادن و در واقع توی شرایط نسبتاً فورس ماژور هم بود.
خدمت شما بگم که من تلاش خواهم کرد که مراسم حضوری برای در واقع استاد نجف برگزار بشه با همکاری نشر کارنامه، نشر نو و نشر چشمه، به احتمال قوی با این سه تا انتشاراتی که باشون بیشتر از همه سر و کار دارم، تلاش خواهیم کرد که بعدها وقتی که شرایط بهتر شد یک مراسم حضوری و بهتر از این برگزار بشه. امیدوارم که ما رو ببخشید، کامنت ها رو باز کردیم، اگر سوالی دارید چیزی میخواید میتونید بگید، من تا چند دقیقه با شما میتونم بمونم. غیر از این هم باید بگم که یک ویدئویی هم از آقای ایرج پارسی نژاد به دست ما رسیده که بعدها آپلود خواهد شد. کل این لایو رو هم بعداً در دسترستون قرار خواهیم داد. اینجا خانم عاطفه طاهایی هم قرار بود بیان، البته یکی از دوستان سوال کردن ولی نیومدن. منم چون اینجا نشسته بودم نتونستم بفهمم که چرا تشریف نیاوردن، ولی به هر حال مثل که اشکال فنی بوده، یا امیدوارم اتفاق بعدی براشون خالص نیفتاده، برای اینکه ما با ایشون قرار داشتیم. من چند تا کامنت ها رو دارم میخونم الان. اگر سوالی چیزی دارید بگید، من میتونم جواب بدم. آقای بدیعی سوال کردن چرا نیومدن. آقای بدیعی آخرین لحظه کنسل کردن، گفتن که من نمیتونم بیام. این از طریق صفحه خانه هنرمندان قابل دانلود خواهد بود این برنامه. احتمالاً من تو صفحه خودم هم یه اطلاعاتی بدم بعداً راجبش، و خیلی هم تشکر میکنم از همه شما که پیامای تسلیت و پیامای خوب به من میدین. واقعا از همه تون متشکرم. خیلی معذرت میخوام که یه مقدار معطلی و اینا توی کار بود، اینا دیگه چیزایی که با بی تجربگی ما پیش میاد. به هر حال امیدواریم دفعه های دیگه اگه کاری کردیم یه خود بهتر باشه. خب دیگه من یواش یواش میرم به سمت قطع کردن برنامه. از بچه های خانه هنرمندان بازم تشکر میکنم. الان ساعت نزدیک 12 هست و این بچه ها هنوز اینجا نشستن، دارن سعی میکنن که یه اطلاعاتی هم به من بدن. بله خدمت شما بگم که آقای سجاد شفق که اینجا در واقع خیلی عرق ریخت برای این که بتونه همه رو به هم وصل بکنه و مسئول فنی این قضیه بود، و خانم فرهمند که از ایشون هم تشکر میکنم. آقای سامان بیات که پیش آقای دکتر مجد رحیم بودن که سعی کردن از اونجا ارتباط رو برقرار کنن و بالاخره هم موفق شدن. خیلی ممنون و متشکر. امیدوارم به زودی حضوری و فارغ از بیماری و واگیر و این چیزا شما رو ببینم. شبتون بخیر.